همزمان با پخش دوباره اعترافات اجباری صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی، متهمان پرونده معروف خانه اصفهان، خانواده هاشون با ابراز نگرانی از احتمال اجرای قریب الوقوع حکم اعدام تأکید میکنند که هیچ سندی بجز اعترافات اجباری این سه نفر برای این پرونده وجود نداره. شامگاه دیروز مردم اصفهان در اعتراض به احتمال اعدام این سه زندانی دستگیر شده در جریان قیام سال گذشته در زندان دستگیر اصفهان دست به اعتراض میزنند. اونها فریاد زدن مرگ بر جمهوری اعدامی و مرگ بر خامنه ای. این اعتراضات و همینطور تنین شعارهای مرگ بر جمهوری اعدامی و مرگ بر خامنه ای، علاوه بر اینکه در خود شهر اصفهان تو این یکی دو روز شنیده شده، در نقاط مختلفی از تهران، کرج و شیراز هم به گوش میرسید. اصفهان مرگ بر جمهوری اعدامی. مرگ بر جمهوری اعدامی، مرگ بر جمهوری اعدامی، مرگ بر جمهوری اعدامی. 26 اردیبهشت ماه. مرگ بر جمهوری اعدامی، مرگ بر حکومت بچه کش. بله، این جوانان در حالی در پرونده موسوم به خانه اصفهان توسط قضایی رژیم به اتهام قتل به اعدام محکوم شدند که مدارک قابل استنادی برای اثبات این اتهام اصلا وجود نداره. اجازه بدیم بشنویم صحبت‌های هموطنمون احمد رو از تهران. با درود به جوانان آزادی خواه و غیور ایران، از زنان و مردان شجاع کشورم قدردانی می‌نمایم که همیشه در راه آزادی قدم برداشته و هیچگاه زیر بال هیچ گونه ظلم و ستمی نرفتن. از طرفی حکم صادره از طرف قاضیان خونخوار نظام جمهوری اسلامی را در رابطه با اعدام سه تن از هموطنانم که در خانه هنرمندان اصفهان شدیدن محکوم میکنم و خواهان لغو و هر چه سریعتر حکم اعدام آنها و آزادی این جوانان آزادی خواستم. از طرف دیگر انتصاب نماینده رژیم جنایتکار و ضد بشری جمهوری اسلامی را به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی سازمان ملل را شدیداً محکوم می‌نمایم و خواهان لغو این انتصاب هستم. در غیر این صورت اعتماد جهانیان و مردم ایران شدیداً نسبت به مجامع بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی از بین رفته و هیچ گونه اعتمادی به این سازمان‌های حقوق بشری ندارن. با تشکر از اینکه این تریبون را بر اختیار من گذاشتید، تشکر، خداحافظ.